بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا و مقتدانا رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اغفر لنا. سلام عرض میکنم از سر ارادت محضر شریف شما بینندگان ارجمند و فرهیخته، شما که شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو انتخاب کرده اید. برای ما بسی مایه افتخار است که مهمان خانه های شما هستیم. مایه بسی افتخار است که در قاب چشمان شما نشسته ایم و به تماشای این برنامه نشسته اید. برنامه شیطان شناسی در مکتب اهل بیت از مجموعه برنامه هایی که با عنوان بیانات به طور منظم تقدیمتان کرده ایم. سروران من، همون اول بحث عرض کنم خدمتون اون سخن تکراری همیشگی که هر بار این رو میگم برای من مایه بسی لذت و افتخار هست. تقدیم میکنیم این برنامه را نیز به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونید که در فرهنگ اهل بیت، در فرهنگ مکتوب اهل بیت و روایات فراوان این مطلب آمده که فراگیری علم، مدارسه، پژوهش، تحقیق، شنیدن، خواندن، همه اینها از زان بیننده از اجر و ثواب بالایی برخورداره. تعبیر داریم که کسی که در پی یادگیری علم هست، ملائکه بالهای خود رو زیر پاهای او می گسترانن. تعبیر داریم که یک واژه رو انسان یاد بگیره چقدر پاداش داره. با این پیش فرض نکته دوم را عرض میکنم که اهل بیت به ما یاد دادن، شخصی آمد خدمت حضرت پرسید آقا من گاهی وقتا ثوابی رو به شما هدیه میکنم، عبادتی، زیارتی، نیایشی، کار خیری که میدونم ثواب داره تقدیمتون میکنم. میگم ثواب آن هدیه به امام معصوم آیا میرسد؟ حضرت فرمود بله میرسد و از اجر و ثواب شما هم چیزی کم نمیشود. خب پس حالا که اینطوره، به تعبیر حضرت امیر طوبا لنا و طوبا لشیعتنا، خوشا به حال ما و خوشا به حال شیعیان ما. و ما محض نمونه این برنامه رو مثل سایر برنامه ها هر ثواب و اجری که برده ایم به حضرت فاطمه زهرا پیشکش میکنیم و البته توقع داریم که بی بی دو عالم، بانوی دو سرا، حضرت زهرا سلام الله علیها گوشه چشمی به ما بکنن و این خواسته ایست که انشاءالله برآورده خواهد شد. از زبان شما هم سخن میگویم. عزیزان بیننده، بحث شیطان شناسی بحثی است که در جلسات اول سعی کردیم اصول بحث رو تقدیم کنیم که کمتر هم جذابیت داره برای بعضی ها، اما از الان به بعد کم کم وارد تطبیق میشیم. البته در عین اینکه مباحث معرفتی، مباحث اصولی رو از نظر دور نمیداریم، معذالک تطبیق ها رو هم در نظر میگیریم. لذا چه بسا گاه تصاویری در ضمن بحث شما میبینید که در واقع شاهد مثال ما هستند برای گفته ها. عزیزی که دعوت کرده ایم مثل جلسات پیش و مثل جلسات بعد از این، جناب آقای مهندس بیانی، مسعود بیانی، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و فضل ایشون البته به پژوهش های عمیق ایشون هست. من دنبال بحث شیطان شناسی و شیطان پژوهی به تعبیری رفتم و آنچه دیدم تفاوت دارد با آنچه که این میهمان عزیز و فرهیخته تقدیمتون کرد. در مباحث شیطان شناسی و شیطان پرستی که امروز مطرح هست، هم از فیلم ها مثل سریال 52 قسمتی ظهور که در اینترنت موجود هست،
و مثل کتاب‌های مختلف مثل دلار و نمی‌دونم فراماسون‌ها و کتاب‌هایی که حتی منتشر نشده‌اند و در دنیای وب وجود دارند و نیز حتی دسترسی داشتن به کتاب‌هایی که منتشر نشده‌اند و در فضای اینترنت هم نیستند، مثل بعضی پایان‌نامه‌ها. اینها رو که ما دیدیم وجه قالب و مشخصه مشترک این آثار نگاه کردن سطحی و بررسی کردن تطبیقی بحثه. به عبارت دیگه تطبیق میکنن بحث رو با چیزهای جدید که تعجب انسان رو برانگیزه. اینکه بیان بگن ببینید در معماری چه کار کردن، این تک چشم به چه معناست، این دلار رو شما نگاه بکنید، یا بگن مثلا اون دجال که در روایات این چنین آمده با دلار تطبیق میکنن، این اعداد رو ببینید، این فلان رو ببینید، نمیدونم 11 سپتامبر در چنین روزی اتفاق افتاد، این عدد رو تطبیق کنید با فلان، و بیشتر تعجب و حراس رو در خواننده به وجود میاره. اون بار معرفتی مذهبی و دینی رو کمتر بهش توجه کردن. به عکس در مباحثی که خدمت آقای بیانی بودیم، فی الواقع ریشه ها رو میده. بیاد اون جمله معروف افلاطون هست. افلاطون میگه اگر یک وعده به من ماهی بدی، یک وعده سیرم کردی. اگر دو وعده به من ماهی بدی، دو وعده سیرم کردی. اگر سه وعده به من ماهی بدی، سه وعده سیرم کردی. ولی اگر به من یاد بدی چگونه ماهی بگیرم، برای همیشه مرا سیر کرده. در این مباحث ما فی الواقع مبنا میدیم دست بیننده و نگفته هایی که فراماسون ها دوست ندارن طرح بشه اونها رو ما بیان میکنیم. ما میگیم قرآن در این باره چه گفته و چرا مخفول مانده. یک خانش و قرائت جدید از آیات قرآن تقدیمتون میکنه. مما یحذرون یعنی چی؟ چرا هیچ کس این رو تجربه نکرده؟ هیچ مفسری به این واژه توجه نکرده. اذا خلو الى شیاطینهم یعنی چی؟ و آیات مختلفی که درباره شیطان هست با نگاهی عمیق و تطبیقی با ارائه شواهد ملموس و دستیافتنی طرح میشه. این نکته رو هم اضافه کنم و این پرگویی رو من پایان بدم که عزیزان بیننده، اصلا فراماسون ها و شیطان پرست ها و جهان سرمایه و شهوت و لذت به جای آن که حقیقت رو در اختیار و مخاطب قرار بده، یک بدیل میده، یک شبح میده، یا اینجوری بگم که چیزهایی رو میده دست مخاطب و دست ذهن کاوشگر بشر امروز که خودشو با اینا خوش بکنه و فکر کنه رسیده، در حالی که حقایق را پنهان میکنه. این چیزهایی که برای دلخوشی آدمیان امروز فراماسون ها میدن همین مباحث شیطان پرستی است که ما در سریال ظهور دیدیم، حتی در سخنرانی های مختلفشون دیدیم. غربی ها در داخل تطبیق میدن، ببینید مثلا این سازه به چه شکل، نگاه کنید این اهرام رو، نگاه کنید این آثار رو، این ببینید شیطان چقدر نفوذ کرده، که اولا هم حراس بدن به مخاطب، ثانیا هم حقیقت رو پنهان بدارن. اما ما مراجعه کردیم به فرهنگ اهل بیت، دیدیم در روایات شکل دیگری است، تعمق کردیم، که میگم ضمیر من رو به کار میبرم، منظورم استاد هست، تعمق کردن حضرت استاد در این مباحث سالهای طولانی و با ابزار علمی دقیق و این حقایق رو کشف کردن. لذا قدر این مباحث رو بدانید و از خداوند سبحان میخواهیم، حضرت زهرا رو هم واسطه قرار میدیم که به ما توفیق بدهد این مباحث به سرانجام برسد و بتونیم این مباحث رو برای یک بار هم که شده در این شبکه طرح کنیم، که با خیال راحت و اطمینان خاطر بیشتر بگوییم این مباحث طرح شده. بعدا انشاءالله در گذر زمان اونها که اهل پژوهش هستند و میخواهند عمیق‌تر و حتی گسترده‌تر این مباحث رو دنبال بکنن، دست کم این مباحث به عنوان نقطه شروع و راه کار و الفبای بحث در اختیارشون قرار بگیره. سپاسگزارم که تحملم کردید. پوزش میخوام از استاد هم که بردبارانه نشستن. از طرف شما نیابت میگیرم، همچنین از طرف خودم به جناب آقای مهندس مسعود بیانی سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. سلامت باشید.
آقای بیانی، من سوال نمی‌کنم، من سعی می‌کنم بشنوم. خب من فکر می‌کنم بدون مقدمه بحث رو ادامه بدیم، بحث برنامه گذشته رو. در برنامه گذشته اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که این جریان مدیریت جوامع گره خورده با تاریخ جوامع و با تاریخ تمدن‌ها گره خورده است. بله. و عرض کردیم که از نظر مکتب اهل بیت و از دیدگاه مکتب اهل بیت، اولین تمدن و اولین شهرنشینی در زمین بکه، لفظ عتیقش که قرآن از لفظ عتیقش استفاده میکنه، بکه شروع شد، تمدن اونجا استارت خورد به قول امروزی ها، به تعبیر روایات و لفظ مرسوم عرب ام القرى نامیده شد و هنوز هم نامیده میشود، یعنی مادر تمدن ها و مادر شهرها ام القرى است، شهر مکه است. از اونجا آغاز شد و فرزندان خودش رو، تمدن ها فرزندان مکه است و فرزندان ام القرى است، فرزندان خودش رو در جهان منتشر کرد. یک شاخه به سمت جنوب شبه جزیره حجاز نقل مکان کردن، یمن که قابیل مؤسس اون تمدن جدید بود. و نکته جالبتر اینه که جریان شیطان در همین ماجراها هم دائما دست تحریف داشته، حتی در تفاصیلی که ما داریم از قرآن، در قصصی که در مورد قرآن هست، قصه گویان بنی اسرائیل که وارد جامعه اسلامی شدن، اونها هم هیچ وقت نگذاشتن این ماجراها و این تاریخ تمدن‌ها اونگونه که مکتب قرآن و اهل بیت مکتب وحی تبیین میکنن، هیچ وقت اجازه ندادن تبیین اونها به شکل خالص و بدون آلودگی و بدون انحراف به دست ما برسه. هموار جای تمدن‌ها رو حتی عوض میکردن. امروز هم جریان‌های شیطانی دنیا، کابالیست‌های امروزه دنیا، تأکیدشون و اصرارشون برای اینه که نه، تمدن از مکه شروع نشده، یا می از بین النهرین شروع شده، یا یک تمدن موهومی به نام آتلانتیس رو مطرح میکنن، میگن که تمدن ها از آتلانتیس نشأت گرفته و تکنولوژی ها. کجا رو میگن آتلانتیس؟ آتلانتیس در واقع یه جایی براش فرض میکنن بین قاره آمریکا و اروپا و آفریقا، یه قاره جزیره مانند رو فرض میکنن، در صورتی که به بدیهی ترین شکلش، حتی زمین شناسی غربی رو هم شما بخواید ازش تبعیت کنید، با دیده زمین شناسی غربی جلو برید، که یعنی تولد قاره ها و تولد قاره ها جدا شدن شد، نگاه کنید میبینید که دقیقاً آمریکا که انهو یه قطعه جدا شده و شکسته از آمریکا، از آفریقاست و اروپاست، یعنی این بین هیچ تمدن یا قاره جدید شما نمیتونید بگنجونید. و اون چیزی که ترسیم میشه کاملا مشهودی که موهومه، یعنی حتی با زمین شناسی غربی هم مطابقت نداره این جریان. پس یه خلاصه ای من عرض کنم از بحث حضرت عالی خیلی کوتاه. فرهنگ اهل بیت میفرماید که تمدن از مکه شروع شد، از ام القرى. از ام القرى، تعبیر ام القرى هم یکی از کاربردهاش همینه، مادر تمام شهرها، مادر تمام کلونی های انسانی. از این ام القرى مکه تمدن‌ها متولد شدند و گسترش یافتن، به همه جای دنیا رفتن، که اولینشون تمدن جنوب هست که یمن هست و قابیل این رو پدید آورد. آقایون امروزی یا کابالیست ها این رو رد میکنن، میگن نخیر، تمدن یا از بین النهرین پدید آمد، یعنی همین بابل و برج بابل که امروز موجود هست و اینا، که عجایب هفتگانه غالبا تو همون دوره بر هست، یه ذره اونورتر بره نهایتا به نیل میرسه دیگه، محصول همین تمدنه، یا از آتلانتیس. آتلانتیس هم هرچه هست در اقیانوس آرام نهفته است، که ظاهرا آتلانتیس نام این اقیانوس هم هست، از آتلانتیک دیگه، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگن از آتلانتیس هست. آتلانتیس یه جاییست در دل اقیانوس آرام که بین آفریقا هست و اروپا هست و آمریکا، که حضرت عالی هم در رد این سخن میفرمایید اصلا سلمنا، میخوایم بپذیریم، قواعد علمی خودتون این رو رد میکنه. شما که میگید ما بر پایه اصول زمین شناسی
علم رو پیش میبریم، علم زمینشناسی هم هیچ گزارشی از این موضوع نداده و قواعد تفکیک قاره ها این رو به ما نگفته. ادامه بفرمایید. بله دقیقا همینطوره، هیچ جایی برای قاره به نام آتلانتیس نمی گنجیم وسط. ممکنه یه جزیره کوچکی بوده باشه که بعدها بزرگ شده، ولی در این حد و قواره نبوده که ما رو مادر تمدن ها بنامیم. تمدن ها منتشر می شدن، شکل می گرفتن با تعالیم حضرت آدم و آهسته آهسته تحریف می شدن به دست عده‌ای از لایه بالادستی، از لایه‌ای که مدیریت جوامع رو به دست داشتن. و نکته‌ای که ما بهش تأکید داریم این نکته است که این تحریف‌ها گویی به دست یه نفر داره انجام میشه در نقاط مختلف، در جوامع مختلف، در روستاها، شهرهای مختلف، ولی گویی این تحریف داره از یک الگوی تعیین شده داره تبعیت میکنه به شکل خارق العاده و به شکل عجیبی. این تحریف داره یک هدف خاص رو دنبال میکنه. موضوع دوم اینه که میفهمید در تمام این تحریف ها که بعدا هم تمدن های جدیدی رو به وجود میاره و آثار جدیدی هم داره بر خودش که بعضا به دست ما هم امروز رسیده، یه مدیریت واحد میبینیم، انگار یه نفر داره اینا رو طراحی میکنه. یعنی معقول نیست یه نفر توی آمریکا مثلا، توی نمیدونم برزیل یه کارایی رو بکنه، از اون ور هم ببینیم توی چین هم هست. معقول نیست، بشر آنقدر توانایی نداشت بتونه این فاصله زمانی رو طی بکنه. همینطوره، نیا کنید حتی این دست مدیریت واحد در لایه های پایین تر جوامع، مثل هنر، مثل موسیقی، مثل پیکر تراشی، مثل گرافیک امت های گذشته، سمبول هایی که ایجاد میکردن، این وحدت رویه مشاهده میشه. حتی سمبول ها کار به جایی میرسه که ادیت مورخین قائلن به سیمبولز ایمیگریشن، مهاجرت سمبول ها. اینا اعتقاد به این دارن که سمبول ها دارن مهاجرت میکنن بین تمدن ها، ولی این یه مشکل بزرگی داره. تمدن های ما میبینیم که این مهاجرت وجود داشته بینشون، که بین اینها شکاف میبینیم. مثلا تمدنی است که مزمحل شده و بعد از اون یه تمدن جدید احیا شده، بین اینها قرن‌ها فاصله است. تمدن مصر باستان که این مزمحل شد و تمدن اروپایی بعد از روم قرن 17 میلادی که استارت خورد، که کلید زده شد. با این فاصله زمانی حتی و فاصله شکاف‌های مکانی که اینها رو کاملا از همدیگه جدا میکنه، مثل تمدنی که شما در آسیای جنوب شرقی میبینید، تمدنی که در مدیترانه میبینید، در سواحل مدیترانه، تمدنی که شما در مصر باستان میبینید و تمدنی که در آمریکای شمالی شما میبینید، مشاهده میکنید بین این تمدن‌ها حتی دسترسی جغرافیایی اینها هم به هم دیگه محال مینماید. اینها حتی معماری‌هاشون، سمبل‌هاشون و حتی آیین‌ها و مراسمی که دارن در از یک الگو تبعیت میکنه. شما آلات موسیقی رو توی دنیا نگاه کنید که انه یک حالت، بخوایم یه خورده تطبیقی تر حرف بزنیم، مثل مکتب اهل بیت، ما در مکتب اهل بیت مباحث فطری داریم که میدانیم مستقل از زمان و مکان در تمام جوامع وجود داره. همین حالت در مورد یک سری از اعمال وجود داره، مستقل از زمان و مستقل از مکان در جوامع مختلف ما میبینیم این حالات وجود داره. آلات موسیقی رو نگاه کنید، حتی فیزیک این آلات، تکنولوژی استفاده شده در این آلات، حالا یه خورده با سلایق امت‌ها دستکاری شده، بومی سازی شده شو نگاه کنید، همه جا یه شکله. همین ستاری که ما داریم، همین گیتاری که در کشورهای غربیه، همین در چین مشابهش رو می‌بینید، همین رو بربط رو در بین عرب‌ها می‌بینید، که نه یه تکنولوژی، کمانچه هر چه که هست، حالا یه تارش، دو تارش، سه تارش، یه تکنولوژی و به شکل خارق العاده می‌بینیم همه‌شون از این تکنولوژی استفاده می‌کنن. یه فن واحد، یک متد و یک شیوه واحده. شما تهیه مسکرات رو نگاه کنید، در هر قومی که از بدوی‌ترین روستاهای دنیا نگاه کنید تا پیشرفته‌ترین شهرها، این موضوع توشون وجود داره. یکم با شتاب داریم میریم جلو. حالا بحث موسیقی رو سریع رد کردیم، میتونستیم تطبیق بیشتری بکنیم. مثلا همین گیتارهایی که الان در دنیای اروپا و امریکا مطرح شده و راه پیدا کرده تا خاور دور، اینا همه یک شکله. شما اگر به یه آدمی که ذهنش از هر گونه
سابقه ای دور باشه، از یک کره دیگه ای بیاد، مثلا کمانچه رو، تار رو، ستار رو، دوتار رو و گیتار رو در اختیارش قرار بدیم، یعنی که یکی هن، فقط یه ذره کجه و یه ذره گرد و یه ذره فلانه، اما تشکیلش از یک کاسه هست، یه تعدادی سیم و حرکت کردن این امواج. حالا ما بیشتر توضیح میگیم، متخصص ارزم بزرگ. پس نشون میده طراح یکیه خارج از جغرافیا، یعنی هر جای دنیا اینه، یک نفر انگار اینها رو دستش و خارج از زمان، تمدن‌هایی که فواصل زمانی هم حتی با هم داره. احسنت. یعنی زمانی که مردم هنوز نمیتونه قاشق رو کشف نکردن، اما ابزار موسیقی رو کشف کردن. دقیقا. پس نمیتونیم بگیم عقل بشر بود، شیطان بود که این کار رو کرد. خب راجع به موضوع دوم که حضرت عالی وارد بحث شدی بعد از موسیقی، راجع به مسکرات، مسکرات همین حالت رو داره، مشروب‌ها، نبیز عرب‌ها، ساکی ژاپنی‌ها، نمیدونم شراب انگوری که ما داریم، شرابی که از مواد مختلف به شکل‌های مختلف تهیه میشه اما یک اثر رو داره. و نکته جالب‌ترش اینه که همین کار رو در، دوباره تأکید میکنم، در دورافتاده‌ترین روستاهای بدوی هم میتونید ببینید فناوری تهیه مسکرات رو دارن تا پیشرفت‌ترین جوامع. یعنی اینجوری میخواید بفرمایید وارد یه سری جوامعی که میشیم میبینیم هیچی از خوراک بلد نیستن، طرف بلده بره زیر شطور وایسه به دوش بخوره، خیلی هنر بکنه، شاید ماست رو کشف کرده باشه، شاید بعد وارد جزئیات میشیم اینو بلده با یه چیز تیز حیوانی رو بزنه بکشه، پرنده ای رو، گوزنی رو، غزالی رو، و بگیره به یه شکلی پوستش رو بکنه بذاره رو آتیش که خوشخوراک بشه بخوره، چیز دیگه ای بلد نیست، اما تولید مشروب رو خوب بلده. این در همه جای دنیا هست، خاور دور بریم ساکی هست، بیایم توی جزیره، شبه جزیره عربستان وارد بشیم اینو هیچ غذایی ندارن، قدید دیگه بسیط‌ترین چیزشونه، برمیدارن آرد رو، عرضم به حضورتون، با یه مقدار روغن قاطی میکنیم، میشه غذای مفضل اونها، غذای برتران. در احد دوم، احد وقتی اتفاق میفته تمام میشه، پیغمبر برمیگرده به مدینه، بلا فاصله بدون فاصله زمانی برمیگردن، بعضیا با همون جراحت سنگین همراه حضرت میاد. اتفاقا حضرت نکتهش اینجاست، حضرت تأکید میکنن اونهایی که در احد اول مجروح شدن همراه هم بیاد، یعنی نیروی جدید نیاد، یعنی فراری ها نه، فراری ها رو که هیچی ولشون کنه، فراری ها هم که مجروح نشدن، هر کس مونده بود مجروح شده. احسن. خب بعضی ها، یعنی پیغمبر وقتی رسید یه دی نبودن مدینه، روز سوم برگشتن و رسول خدا وقتی تفقد که کجا بودی، گفت آقا ما وقت فرار کردیم به مدینه رسیدیم، بیدیم باز خطر جانی هست، اونور مدینه رفتیم، تا کجا؟ تا دو منزل، که رسول خدا به طنز فرمودن چه فرار گسترده ای، ما اوسعها، چقدر دامنش بسی. حالا بعضی منو نوک کو، بعضی فرم. شاید میزن تو اون احد دوم مردم مکه همراه خودشون غذای ورده بودن به نام قدید، غذای خوبشون بود، آرد و روغن، اینه هیچی بلد نبودن درست کنن. یعنی در تاریخ عرب بخونیم که کتاب مفصلی است، هم کتاب اسنام العرب هم تاریخ العرب هست، چندین جلد مفصل به موضوع وارد شده، از جزئی ترین چیزهایی که میپوشن، سبک خونه هاشون، سبک معماری شهرهاشون، میبینیم هیچی، ابتدایی کاملا، اما مشروب رو خوب بلدن به گونه های مختلفش. این نشون میده یه دست واحدی هست به تمام مردم کره زمین داره یاد میده شیوه معصیت رو. ادامه بفرما دوست. خواهش میکنم. حالا در مورد موسیقی انشالله مفصل باید صحبت کنیم. بله، اصلا ابداعش، این که اول موسیقی توسط چه کسی نواخته شد، در آن گروهی که هم نوازی بود در واقع بین شیطان و قابیل در روایت، چطور این هم نوازی اتفاق افتاد، چه آلاتی ابداع شد و بعدها شیطان با این موسیقی چه کارهایی دارد و چه برنامه‌ها و چه نقشه‌هایی برای موسیقی کشیده و چه استفاده‌هایی داره امروز ازش می‌کنه از موسیقی. حالا این بحث مفصلی است، برای اینکه ذهن بینندگان هم بیشتر با بحث معنوس بشه، این روایت زیبا رو از حضرت صادق عرض کنم. حالا انشالله بعدها روایت باب قنا رو با رویکرد شیطانی باید یه بار نگاه کنیم. و استفزز من استطعت منهم به صوتک، صوتک، بله، موضوع صوتک چی چیه، چیزی که تو روایت تبیین شده و مباحث بقیهش رو، ما بقیه بحث رو که
بحث زیبا و شیرینی هم هست که امروزه هم نهادهای شیطانی دارن به شدت بهره میجوین از این ابزار مهم و استفسس من استطعت منهم به صوت. هنوز شیطان داره صدا میزنه انسانها رو با صوت خودش، ما اونها رو جلب میکنه اونطور که قرآن به او خطی مشش رو قرآن در واقع داره تبیین میکنه براش، تو با صوتت دیگران رو فرا خواهی خواند. چه تعبیر زیبایی به کار بردید، خطی و مشی. بله. آخه بعضی میگن خط و مش، در حالی که غلطه. خط و مش تعبیر نادرستی است. خط یعنی گام برداشتن، خطوه. درست. مش هم یعنی حرکت کردن. این نقطه ویرایشی بود. فرض کن اینجا وبلاگه. ادامه بفرمایید آقا، ببخشید. راوی میاد محضر حضرت صادق، عرض میکنند یا ابن رسول الله حکم موسیقی چیست؟ احسنتون، بله، روایت کن. روایت زیباست. حضرت میفرمایند که تصور کن محشر به پا شده، انبیا، اوصیا، صلحا و شهدا یه جا جمع شدن، فسقه، فجره، کفره، فاحشه ها همه یه طرف جمع شدن، موسیقی به کدام یکی از این دو گروه می آید؟ و اگر بخواهی بگی فعل یکی از این دو گروه در دنیا استماع موسیقی بوده، به کدام یکی از این دو گروه حکم خواهی کرد؟ انبیا اولیاء رو خواهی گفت یا فسقه و فجره؟ عرضه کرد که یبن رسول الله، قطعا فسقا و فجر و رقاصه ها هستن که این کار سنخون هاست. حضرت فرمودن فعیزن حکم ده، پس حکم کردی خودت دیگه، سؤالی باقی نمیماند در مورد موسیقی. فطرت تو هم میداند این فعل مال چه کسانیست. فالهمها فجورها و تقواها، اینجاست که فطرت ملهم تو هم میداند که این فعل فعل فسق و فجر است. در دنیا عذر تراشی میکنه، این منطق انبیاست. منطق انبیا طوری ابراز میشه برخلاف مکاتب فلسفی شیطانی، فبهت الذی کفر، همیشه طرفشون رو مبهوت میکنن، هیچ حرفی برای چانه زنی ثانویه باقی نمیگذارن. یعنی محکمترین دلیل رو با ساده ترین روش روش و قابل فهم ترین متد برای مردم عرضه میکنن، طوری که هیچ چون و چرایی هم نمیماند. موسیقی وحدت روی است، یه وحدت روی است بین تمدن‌های کهن و تمدن‌های امروزی. و نکته جالبتر این است که دستی وجود دارد که نمیگذارد این جریان‌ها فرسوده بشه یا فراموش بشه، به هر شکلی که شده، به شکل باستان پرستی، به شکل احیای فرهنگ، به شکل احیای هنر، به شکل آرامش روانی، از بعد پزشکی، از بعد اقتصادی، از بعد زیباشناسی، از هر بعدی سعی میکنه که این یادگارهای کهن و این شیوه های متحد الشکل بین تمدنهای شیطان زده طول تاریخ از بین نره و امها نشه. یه دستی داره بقا اینها رو تضمین میکنه و داره میدمد در کوره اینها تا این آتش همیشه فروزان باشه. نه فقط بقا، استاد، اصلا مقام میدن، ارزش میدن بهشون. شما نگاه بکنید 50 سال پیش هر جای دنیا که باشید یه همایشی برگزار بشه، مجلسی، جلسه‌ای، نگاه میکنید کنون که اهل ادبیاتن، اهل تفکرن، اهل اندیشن یا اهل دینن، کشیش یا روحانی، میبینید مقدمه در مجلس، آخرین کسان در مجلس کیا هستن؟ همین رقاصه ها و آواز خان ها و موسیقی دان ها، مطرب ها. الان امروزه در همین الان که داریم حرف میزنیم این مجلس برگزار میشه، میبینیم میگن استاد هنر تشریف بیارن جلو. خب چه هنری داری؟ چه مطرب خوبیست. بله، اصلا شما روی کرد جدید واحد جهانی رو که نگاه کنیم، الان حتی برنامه هایی وجود داره تعبیرش در برنامه هایی که کارشون انتخاب نخبه هایی است که یه سری در غناش یه استعدادی میخوان درشون پیدا کنن، از اونها تعبیر به امریکن آیدولز میشه یا عرب آیدولز، بت‌های عرب، بت‌های آمریکایی، کسانی که دارن انتخاب میشن تا پرستیده بشوند. داریم میبینیم دیگه، واقعا یه نفر رو برمیدارن اینها میشه بهترین معلم شیطان، یعنی فکر شیطانی رو میگیره، واسطه میشه به بشر میده. بله. آقا علمش میکنن، بزرگش میکنن، به تعبیر خودشون ستاره میشه. بله. ستاره های بزرگ دنیا ستاره ها جاده صافکن های جریان یهودی دنیا هستند.
رسانه‌های یهودی، ابزارهای یهودی که در خدمت شیطان هستند، رابطه یهود با شیطان رو هم حالا بعدها باید تفصیل بدیم و روشنش کنیم. ماهیت صهیونیستی و ماهیت یهودی دنیا می‌بینید که از ستاره‌ها به عنوان جاده صافکن‌های رسانه‌های خودشون استفاده می‌کنن. ستاره‌ها رو علم می‌کنن تا پای رسانه‌هاشون رو به منازل باز کنن و در قالب رسانه‌هاشون سخنانشون رو در پشت پرده‌ها با ضمیر ناخودآگاه مخاطبینشون مطرح کنن. فیلم‌هایی که امروز می‌بینیم به بهانه ستاره‌ها ما فیلم‌ها رو می‌بینیم و بهانه ستاره ها مردم اقبال به برنامه ها پیدا میکنن، ولی در پس این سریال ها، در پس این فیلم ها، در پس این شو ها، در پس این رقص ها و موسیقی ها آداب خاصی داره تعلیم داده میشود و دست بر قضا وقتی این آداب رو جمع میکنیم میبینیم برایند این آداب در جهت عکس نبوت هاست. این آدابی که داره تعلیم داده میشه، این حرف هایی که داره در گوش زمین ناخودآگاه مخاطبین زمزمه می شود بدون اینکه استدلال مستقیمی وجود داشته باشه، عرض کردم خاصیت سیاست های شیطانی لیبرال معاون است. فقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، برای پدر و مادر ما هم قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم. با این روی کرد خیرخواهانه، با این مطرح کردن باب دوستی و با دراز کردن دست دوستی، حرفهایی رو که میخواهد به گوش جان میخوراند و ستاره ها جاده صافکن ها این جریان هستن و چقدر هم علم میکنن اینها رو و اینها هم عرض کردم در کوره ستاره ها میدمند و شیطان هم سراغ کودن ها نمیره، شیطان هم نخبه ها رو انتخاب میکند. یکی از فلسفه های تشکیل جوامع فرماسونی این بود که دیگه شیطان روی یک جامعه خاص مثل مصر باستان، روم باستان یا بابل باستان سرمایه گذاری نکنه، یک شبکه‌ای مرتبط از نخبه ها ایجاد کنه تا دهکده جهانی رو براش مدیریت کنند، فراتر از هر جغرافیایی، فراتر از مرزها. اینها جریان مد نظر شیطان رو مدیریت کنند در هر جایی که دنیا که باشند و این ساختار شکل گرفته، امروز هم قوی داره عمل میکنه، در سراسر دنیا گسترده شده و هدفش حمایت از سایر جریانهای شیطانی است. جریانهای هنریشون، جریانهای صوفی زدهشون، جریانهای فلسفیشون، جریانهای سلفیگریشون. شما نگاه کنید وجوه مختلف شیطانی تحت حمایت و پشتیبانی لوژ هاست. این دهکده جهانی داره از جریان‌های شیطانی حمایت می‌کنه. هیچ وقت شما نمی‌بینید کاخ سفید از یک جریان شیعی حمایت کنه. هیچ وقت شما نمی‌بینید یونسکو از بناهای شیعی حتی حمایت کند. حرم سامرا تخریب شد، یونسکو صداش درآمد. مقبره حجر ابن عدی شکافته شد، نبش قبر شد. حرم حضرت رضا بمب‌گذاری شد در زمان صدام به حرم سید الشهدا. شما از دید باستان‌شناسیش هم نگاه کنید، حرم سید الشهدا یک بنای عتیقه، قدمت چند صد ساله داره، مال عهد صفویه. همون زمان جناب آقای بیانی طالبان ببخشید یه بوتی رو در دل کوه توی عربستان منطقه بامیان طالبان اومدن این رو زدن، با خمپاره زدن، یه گوشاش هر چقدر بزنن که تخریب میشه، کوه اصلا که تصویر یک بوتی درش هست. یونسکو انفجار درست کرد اصلا در عالم رسانه و تبلیغ که آثار باستانی بشر رو که متعلق به بشره شما دارید تخریب میکنید. بله. ولی از اون ور نگاه میکنیم خیلی آثار شیعی داره نابود میشه. به تعبیر شما حرم سامر را جزو آثار باستانی است به دلیل اینکه حال قداستش برای ما، اما برای اونا که قائل به قداست نیستن میگن یک بنای قدیمی است. بله. خدمت بعضی سازه های اون مربوط به دورای نزدیک سلجوقیان هست. بله. حرم حضرت امام حسین همچنین بقیع رو ارزش هنری و معماری داره. شما معماری مثلا تو حرم سامر و سبک کاشیکاری که می‌بینید اساس سندی است برای هنر تمدن‌های گذشته. اما هیچ اعتراضی نمی‌کنه. اما هیچ اعتراضی نمی‌کنه. اما یک گوشه دنیا یکی نمی‌دونم خطی بیفته روی یه دونه از آثار. بله. مثال عرض می‌کنم خدمتتون در این جور چیزای جدیده، همین طور که ما الان دو تا مقوله جدید و متضاد داریم، آمدن قبر صحابی رسول خدا رو شکافتن. ببین یه تخریب قبور دارن سلفی ها طرح میکنن، حالا جدیدن شده نبش و قبور. نبش و قبور فرق میکنه با تخریب. بله. قبور بینندگان دقت بکنن، اینا اومدن نبش قبر کردن. از اون ور بعضی از این چینی ها توی
آثار تمدنی مصر رفتن یادداشت گذاشتن با چاقو، خطوط چینی نوشتن. یونسکو اعتراض کرد، به چین دستور، به مصر دستور داد مانع کسانی بشید که این کارا رو بکنه. مصر اعتراضیه رسمی نوشت داد به سفارت چین که آقا مواظب توریست های شما باشید، این کار رو دارن میکنن. خب همون زمان هم ما الان شاهد تخریب قبر حضرت حجر هستیم. کار به جای رسید، همین ماجرا که شما میفرمایید که اون فرد در رسانه های چینی رسما مجبور به عذرخواهی شد. شده هستن. نوجوانی بود که رسما مجبورش کردن خودش و والدینش رسما از تمام مردم دنیا عذرخواهی کنن به خاطر این فعلش. حسنت. خیلی فرق میکنه ماجرا. عرض کردم برایند اون چیزی که اتفاق میفته اگر نگاه کنید، جمعش کنید، در هنر، در قالب سیاست، در قالب تاریخ، در حتی در لجنه‌های علمی، حتی در مباحث آکادمیک نگاه کنید، چیزی که داره اتفاق میفته برایندش در جهت عکس نبوت هاست. با علم هم سعی میکنن نبوت ها رو خاموش کنن، با طبابت هم سعی میکنن یه جوری ثابت کنن، و قدرت شیعه در همینه، اتقان شیعه به همینه. چه عبارت زیبایی داره سید همیاری، چقدر من این عبارتش رو دوست دارم. خدا رحمت کنه. وقتی که شیعه شاعر اهل بیت، وقتی که شیعه میشه از این فعل زیبا استفاده میکنه. حالا اونهایی که در ادبیات عرب دستی دارن میدن این فعل چقدر زیباست، فعلی از افعالی که خودش ابداع کرده در ادبیات عرب، تجعفرتو. تجعفرتو، بله بله، عبارت زیباست که با افتخار فریاد میزنه تجعفرتو، جعفری شدم. ما پشتمون به مکتبی گرم است. نگاه کنید تمام آکادمی های ماسونی دنیا و کابالیستی دنیا جمع شدن تا این مکتب رو ادفاع کنند. همشون سعیشون 1400 سال بر ادفاع این مکتب. و هر آنچه که علم پیش می رود اگر نکته ای داشتن که به اون می توانستند ذهن مکتب امام صادق رو به نمایش بگذارن، قطعا صد باره از اون استفاده کرده بودن. و تعجب آور اینه که هر چی که دامنه علم داره وسیع‌تر میشه، دامنه دانش بشری، روشنگری علمی داره بیشتر میشه، مدرنیته هر چه جلوتر میره تازه آرام آرام داره به افق علمی مکتب امام صادق نزدیک میشه. یه موضوعی تر شده بود اخیراً، گفتن که نمیدونم فلان شخص 700 سال پیش در ایتالیا آدم حکیمی بوده و این حکمت از اوست، بخوانید. خلاصه یه چیز در حدود 2 صفحه کلمات قصار ازش آمده که این تمام حکمت اوست. شخصی آمد نقد نوشت از خود همونها که بابا این مال 700 سال پیشه، کسانی هستن مال 2 تا 700 سال پیش، یعنی مال 1400 سال پیش، حکمتی دارن، خب چون تقدم دارن ارزش بیشتری دارن. این حکمت آقای ایتالیایی رو ما وقتی بررسی میکنیم برگرفته از همون حکمته. مثلا هر چی رو که دوست داری برای خودت باشه، برای دیگران هم دوست داشته باش. خب این برگرفته از نهج البلاغه است. نمیدونم تعابیر این چنینی رو استشهاد برده، کل اون حکمت ایتالیایی رو برده زیر سوال، گفته همش از حضرت امیره. دو، این حکمت 1400 سال پیش که مال ائمه معصومین شیعه است، نه 2 برگه بلکه 2000 برگه، هم علمشون، هم حکمتشون، هم اخلاقشون، هم تاریخشون، هم فلانشون. خب اونا رو شما نگاه بکنید، بلا فاصله اون موضوع خابید، یعنی در مطبوعات اجازه نشر نگرفت، توی سایت های بزرگ اجازه انتشار پیدا نکرد، فقط به 4-5 تا وبلاگ و سایت خصوصی راه پیدا کرد. بعد در تایید فرمایشتون که هر جا بخواد این شمع پا بگیره خاموشش بکنه. اصلا تمام دولت های کابالی، دولت کابالی بدوی که خودش رو خلافت بعد از پیامبر مینامید، دولت کابالی و کابالیستی بنی امیه، دولت کابالیستی بنی عباس، عثمانی، تا نهضت های کابالیستی امروز دنیا، اولویت یکشون اطفاء این مکتب بوده. و چون از طریق علمی نمیتونن اطفاءش کنن این مطلب رو و استدلال نمیتونن بیارن که مکتب امام صادق رو زمین گیر کنه، رو به روش های نظامی میارن. این اتخاذ سیاست های نظامی، یک مکتبی که همواره قاچاق بوده، یک مکتبی که همواره در اقلیت بوده، خیلی از بین بردنش ساده است. شما بخواید با بطلان اعتقاد این گروه رو ثابت کنه،
خصوصا با پیشرفت علمی امروز دیگه چیزی برای اثبات نمیماند. با تمام اینها میبینیم که دنیایی که دم از علم میزند و دم از ترک باورهای اشتباه میزند، میگه توهم زدایی کنید از اعتقاداتتون، همانها سعی میکنند که ادیان باستانی، حتی افسانه ها و اساطیر باستانی رو زنده نگه دارند. خیلی نکته جالب است. در دنیای آکادمی که امروز باز هم رسانه ها سعی میکنند همیشه احیا کنند اسطوره های باستانی رو، از بودا یه شکلی تمجید کنند، از مکاتب بودا یه جوری تمجید کنند، از صوفیگری یه جوری تمجید کنند. در همون کشوری که قرآن آتش زده میشود، مثنوی مولوی پرفروش ترین کتاب میشه. در همون کشوری که قرآن آتش زده میشود و پیامبر ما توهین میشود، در همون کشور مثنوی مولوی مورد حمایت رسمی دولت واقع میشه برای تجدید چاپش. همون دولت هزینه میکند برای اینکه برای مؤلف مثنوی هزاره تشکیل بشود، یک کنگره تشکیل بشه، بزرگداشتی تشکیل بشه در قونیه یا در ایران خودمون. این نشون میده که اون عرض ابتدای منه که شبکه دهکده جهانی که در واقع شبکه ماسون هاست و لژ های ماسون هاست، یکی از رسالت هاش زنده نگه داشتن اعتقادات شیطانی کهنه. تمدن های کهن باید زنده نگه داشته بشن. برای اینها هزینه شده، برای اینها شیطان تلاش کرده و دوست داره این تلاش های خودش زنده بماند و هنوز هم ازش استفاده میکنه، چون طبایع انسان ها و ذائقه اونها مختلف و متفاوته. برای ذائقه های مختلف شیطان دستپخت های مختلفی رو نگه داشته. یکی دنبال علم گرایی است، اب نداره، سیاه چاره علمی درست کرده که همه رو اون تو میتواند بکشه طالبین علم رو، یه طوری هم در یک هزار توی پیش در پیچ اونها رو وارد می‌کنه که هیچ وقت ازش خارج نمی‌شن. نمونه‌اش همین اخیراً یه چیز درست کردن در فرانسه، پژوهش می‌کنن، در اسمش هم متأسفانه خیلی هم توهین‌آمیز گذاشتن، اسمش گذاشتن ذره خدا، که کوچکترین چیز جهان آفرینش ما داریم کشف می‌کنیم که باعث شده همه اشیاء از او پدید بیان و فلان. یعنی زیر سوال بردن تمام ادیان آسمانی. دقیقاً همینطوره، هدف همینطوره. نگاه کنید بشر خسته از فلسفه‌هایی است که میاد سر و صدا به راه مینازه. عبارت زیبایی دارد امیرالمومنین، قد ارعدو و ابرقو، میان رعد و برق میزنن، سر و صدا میکنن، یه کمونیستی به پا میشه، خونها ریخته میشه، انقلابها میشه، انسانهایی به فنا میرن، کشته میشن، شهرهای تخریب میشه، شهرهای بنا میشه، یه قرن یه بشر به سر کار میذاره، بعد فروکش میکنه. لیبرالیسم همینطوره، مکتب بنی امیه همین طور بود، بنی عباس همین طور بود، روم شرقی همین طور بود، مصر همین طور بود. خاصیت تمدن‌های کابالیستی و تمدن‌های شیطانی این ویژگی زیبایی است که امیرالمومنین در نحوه عملکرد اونها بیان می‌فرماید، قد ارعدوا و ابرقوا، رعد و برق دارن، سر و صدا دارن، ولی و مع هذین فشل، ولی هیچ دستاوردی برای بشر نداره. تهش که نگاه می‌کنید دو قطره هم نمی‌بارد. حتی سوسیالیست هیچ چی تهش نمیباره. میگم یعنی اینکه میگم حتی تضاد رو بگم، اون تفکرهای غربی هم تفکر سوسیالیست میگه ما اومدیم لایه های پرولتاریا رو بالا بیاریم، بورژوازی ها رو سرنگون کنیم، آخرش با تمام این حرفا چیز تهش دست بشر رو نگرفت، میاد و میره، رعد و برق و سر و صدایی و هیچ چیز. ولی با تمام اینها زنده نگه داشته میشوند برای ذائقه های مختلف و برای طبایع مختلف زنده نگه داشته میشه. این گرایش هنری داره، یکی اعتقادات ادبیاتی داره. در ادبیات هم ما خوراکی برای تو آماده گذاشته ایم و افکارمان رو در قالب ذائقه ادبی تو به خورد تو خواهیم داد. تا به کی افسان از دارا و اسکندر کنی، قصه باید از امیرالمؤمنین حیدر کنی. ادبیاتی هم که باز هم قصه از امیرالمؤمنین حیدر نمی کند، عقاید کابالیستی خودش را در لطافت هنری به خورده مخاطبینش میده. عرض کردم مکتب کابالیستی و مکتب شیطانی که از متدهای پر استفادهش صحبت با زمین ناخودآگاه، جایی که عقلها رو مخاطب قرار بده،
اندیشه ها و برهان و استدلال قاطعی مانند اون چیزی که انبیا انجام دادن انجام بده در زمین ناخودآگاه وسوسه میکند. به تعبیر دیگه شبهه ایجاد میکند. خب اینجوری کامل کنم فرمایشتون رو، به جای ضمیر ناخودآگاه اینجوری بگیم تمام چاله های روانی بشر رو شناسایی میکنن، هم از روان فرد یا روان جامعه. بحث ما یه سری منطقه ها داریم در مورد منطقی که شیطان به کار میبره. یکیش منطق استهزاست، یکیش منطق خراف انگاری نبوت هاست. و ازا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. حالا این جوان به کهن‌ترین خرافه ها اعتقاد داره ها، و کهن‌ترین سمبول ها رو به گردنش و گوشش و انگشتش و انگشترش و ساعتش و همه جا داره حمل میکنه. چقدر آقا این بحث شما خراف انگاشتن نبوت ها به وهابیت وطنی از یک جهت و به تفکر و روشنفکری امروز ایران نزدیکه. مثال میزنم تو، چون جمله من خیلی کلیه، خیلی هم الان بهشون برخورد. ببینید امروز ما یه تعبیری داریم تحت عنوان وهابیت وطنی. این تعبیر ما روش خط میکشیم، اسمش میشه روشنفکری دینی. این روشنفکری دینی ما چی میگه؟ میاد میگه آقا این وحی که مطرح هست لزوماً به این معنی نیست که هرچی رسول خدا گفته وحیه. نه، همون که قرآن گفته وحیه، بقیه رسول خدا میتونه هم اشتباه. حتی قرآن هم قائل به اینن که اصطلاحی که دارن در مورد دریافت پیامبر، دریافت پیامبر، دریافت نبوت. احسنت، این هم هست، این دیگه مرحله دیگه. دیگه حتی زدن و ساقط کردن خود قرآن، خود قرآن. یا میان میگن که آقا جان ما امیرالمؤمنین رو به عنوان یک حکیم دانای بی‌نظیر در تاریخ بشر بشناسیم. بس خلافت رو ولش کن، دعوای چند تا عرب بوده در یه دوره خاص. چرا امیرالمؤمنین بهش ظلم میکنید؟ حکمتش ارائه نمیدید؟ چرا محاسن کلام اهل بیت رو ترک نمیکنید؟ البته این دو پهلو ها، خوبا میگن حق هم میگن، بدا هم میگن به ناحق. این میدونید این همون شبیه کلام حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، با قرآن قرآن رو کشتن. احسن، میخوام اینو بگم که همه چیزهای نبوت رو میان تبدیل به خرافه میکنن در تایید فرماشون. یکی این که استهزا، دو خرافه انگاری، سه این یه استدلال کهن بوده بین جریان های شیطانی. بله، ملأ مطرف که همیشه قال الملأ الذين كفروا من قومه همیشه مقابل انبیا می ایستادن، هدف من مخالفت میکردن، یکی از بدایشون استهزاء نبوت ها بود. کاری که امروز هم حتی برای نگاه کنید مکتب امام صادق، انا نحن بهم مستهزئون. بله، نه اصلا، ان الذين اجرموا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتقامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون. با استهزا کار رو به جای میبرن، انبیا رو سخیف میکنن، مکتبشون رو پایین میکشن تا جایی که ثابت کنن. خیلی جالب، از استهزا شروع میکنن، قالوا ان ربتی نداشت، حالا داری یه نفر مسخره میکنی. چه میشود که کار به اینجا میرسد؟ ان هؤلاء لضالون. کار رو با حال اونایی که تو این بحث ها توی جامعه امروز ما شیعه هامون وقتی میشینن با یه آدم های راه گم کرده ای که شیطان کمابیش بر اونها سواره، وقتی استهزا رو میبینن اتفاقا اذیت نشن، بگن ائمه ما هم استهزا شد، پیامبران هم استهزا شد. قرآن ادامه میده دیگه، فالیوم الذین آمنوا من الذین کفروا یضحکون علی الارائك ينظرون. خب این علیومش برمیگرده بود. آره، اون روز خواهد بود. آره، اون روز خنده قطعی خواهد بود. بله، این آیات هم ترجمه کردیم به خاطر اینکه وقت ما رو به اتمام اجازه بفرمایید. من سوال بعدی من در جلسه بعد این خواهد بود، شما فرمودید منطقه های شیطانی چند چیزه، یکی استهزا است، یکی خرافه انگاری نبوت هاست، شاید مورد سوم و چهارمی هم در ذهنتون باشه که انشالله من در جلسه بعد دار انشالله در جلسه بعد ترجیحاً بحث تمدن ها رو تمام کنیم انشالله. آقا سپاسگزارم، ممنون. دیگه عرضی ندارم این که بگم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار.